موسیقی خب مشکلاتی که در ایران داشته و داره به نظر من یه چیزیست که شرایط خب اثر میذاره در ارائه موسیقی اگر که کلا بخوایم این مسئله رو بررسی بکنیم یه مقدار باید برگردیم مثلا به مسئله تاریخی و نمیدونم اجتماعی که قرار نیست کارو بکنیم ولی کلا کارهای اجتماعی یه مقداری بی‌برنامه‌تر و شاید کار نشده تره در جامعه ما تا کارهای فردی موسیقی از اونجایی که عمدتا در خفا بوده اولین شکلش که مورد استفاده قرار گرفته این که فرد به صورت شخصی فقط در محیط خودش ساز بزنه حالا نهایتا یه چند نفری هم شنونده داشته باشه خب ببینید وقتی که شرایط موسیقی اینطور باشه آیا موسیقی هم خودش رو به شرایط وفقه میده آیا ذهنیت خود موسیقیدان ها هم بنا به شرایطی که هست آثاری که خلق میکنن آثارشون برای فضاهای کوچکتر تعداد شنونده های کمتر نیست خب اینطور میشده شما برید یه تحقیق کنید سالنای کنسرت اصلا سنشون و عمرشون چقدره و چقدر ما سابقه اجرای موسیقی با تعداد نوازنده های زیادتر داریم از یک نفر خیلی نیست پس کلا در موسیقی از موقعی مسئله جمع نوازی یا گروه نوازی مطرح شده که موسیقی جنبه اجتماعیش بیشتر شده یواش یواش حالا همینجور که بیایم به جلو به توی جامعه میرسه یعنی سالن ها و جاهای ساخته میشه که مردم جمع بشن و اونجا موسیقی رو گوش کنن پس ضرورت پیدا میکنه که همه قد که تعداد شرمده بیشتر میشه انواع دیگه ای موسیقی به وجود بیاد که با تعداد نوازنده بیشتری اجرا بشه اینی که اینجا گروه نوازی مفهوم پیدا میکنه در موسیقی سنتی موسیقی واقعا صرف سنتی این مسئله تعریف نشده یعنی که به طور خیلی متداول قدیم این بوده که یک ساز و با یک ساز کوبی که حالا تنبک عمدتا بوده همراهی می شده و یک خواننده گروه نوازی میشه گفت که از موقعی که یواش یواش, یواش یه مقداری رجال مملکت به خارج از ایران سفر میکنن میبینن که یک چیزی به مفهوم ارکستر وجود داره که یه تعدادی میشن با هم ساز بزن اون موقع به نظر من فقط اینو دیدن که یه تعدادی بیشتر از یک نفر حالا یا خیلی انبوه یا گروه های کوچکتر ساز میزنن ساز می با هم قطعاتی را اجرام کنن و اون رو کسرت نوازنده ها بیشتر دیده شده حتی در موسیقی تخصصی حالا چه برسه مثلا فرض کنید توی دانشگاه یا هنرستان این مسئله تعریف نشد در موسیقی سنتی البته که وزیری برای این مسئله تعریفهایی داشت قطعاتی نوشته شد ولی باز هم کسایی که سنتی تر بودن یواش یواش رو تجربه مثلا به تعداد سازهای سنتی این سازها رو کنار هم میذاشتن یا اینکه مثلا توی انجمن اخوت که به هر یک محولی بود که حالا تعداد شرمده ها بیشتر میشد و یک برنامه بود که حداقل ماهیانه هفتگی ارائه میشد که درویش خان رهبری میکرد و خود درویش خان ایده های گروهی داشت قطعاتی رو ساخت که این قطعات علاوه بر اینکه میشد اونها رو تکنوازی هم کرد ولی برای یک حجم سازهای بیشتری هم استعداد این کار رو داشت قطعات ولی عکسهایی که از اون دوره هست باز شما نگاه میکنید که یه ترکیب باز با سازهای حتی کنشباز شما توی گروه میبینید یا پیانو میبینید یه ترکیب میکنن با سازهای غربی ولی آن چیزی که در موسیقی سنتی به عنوان گروه نوازی که خیلی عمر طولانی نداره شاید مثلا همون هفتاد هشتاد سال بیشتر نباشه این در این طی این سالها خیلی تحول پیدا کرده و طبیعی است که برای این که یک سازمانی پیدا بکنه با باید قطعه نوشته می شده برای این ترکیبات مختلف قطعاتی که حتی ما قطعاتی به اسم دوئت یعنی همون دو نوازی مثلا از یک جنس ساز با هم دوتا میزنن یا از تریو سه سازی همون اصطلاحات غربی رو گذاشتن تا کوارتت هم گذاشته شدن برای سازهای حالا مزرابی استاد دهلوی قطعاتی داشتن نوشتن ولی در کل اون چیزی که الان داره اتفاق میفته دو شکل هست یکی این که باز همون قطعات سنتی که معمولا بعضی هاش یعنی انتخاب اون قطعات طوری هست که اگر شما اون قطعات رو با یک ساز اجرا بکنید شاید حس و حالتاش بهتر بیان بشه تا اینکه گروهی بشه گروهی وقتی که میشه قطعات سنتی اینقدر گروه باید با هم در واقع آداپته شده باشن با هم انقدر اونس داشته باشن تا به شکل یک تکساز در بیان یعنی انقدر با هم همه حالت ها و همه ریزکاری ها که در اون قطعه هست انقدر خوب نواخته بشه که بر اثر تمرین زیاد معمولا اگر از قدیم نگاه بکنید تعداد نوازنده های خیلی کمی معمولا در گروه ولی این گروه ثابت بودن یعنی اینکه سالهای زیادی با هم کار میکردن زندگی میکردن اگر قطعی رو میخواستن کار بکنن یا اجرا بکنن تمرینات بسیار زیاد میکردن که وقتی که دست جمعی اجرا میکردن زرافتاش از بین نره مثل همون حالتی باشه که یک نفره داره اجرا میکنه و وقت مسئله معماری و طراحی به وجود میاد همین مسئله در موسیقی هم هست یعنی شما وقتی یه موسیقی برای یک عالم خانواده های سازهای مختلف بیسازید اون وقت یک سازمانی لازمه یعنی یک معماری اونجا آهنگساز دیگه معماره یه معماری لازمه که اینو طراحی کنه از نظر تصویری هم از نظر قرینه بودن مشکلات هندسی ریاضی خیلی جالبه که این قضیه قشنگ با موسیقی قابل مقایسه است شما میدونید که تمام معلم های آهنگسازی در تمام دنیا وقتی که شاگرد قطعه رو می وقتی به استاد آهنگسازی میده استاد آهنگسازی نمیره هی پای پیانو هی اینجوری بزنه بگه که حالا خوبه یا نه حالا ممکنم بعضی این کار بکنم ولی قاعدتا اینه که وقتی که نگاه میکنه میگه نه ببین اینجاش خوب صدا نمیده مردم نگاه میکنن این یعنی چی این که داره کاغذ کجاش صدا میده ولی از معماری قطعه متوجه میشه که این صداهایی که رو هم نوشته شده یا زاویه هاشون با هم یا اون با هم بودن یا تاخیر داشتنشون اون ها رو اون آدمی که بهش میگن آهنگساز کمپوزر اینا معنی داره مثلا ما نمیتونیم برکس بگیم کسی بگی وقتی که اونو میبینه میشنوه و انقدر این قضیه تکرار شده که با چشم میشه شنید حالا وقتی که ما میگیم گروه نوازی در موسیقی سنتی یه شکل دیگه داره این مفهوم نداره یعنی اینکه ما همینجوری که داریم حرف میزنیم یا یه چیز رو اگر احیانا بخوایم بخونیم حالا بیایم شما و شما اونجا میشیم شما عین من تکرار کنیم اینو من بخونیم اصلا انقدر تمرین کنیم که این مثل هم یعنی همینجوری که من دارم حرف میزنم فکر کنید 6 نفر هفت نفر دیگه هم شما همینجوری انقدر تمرین کرده که با هم حرف بزنیم این حرف یک نفره تبدیل به یک حجم چند نفره میشه ولی اتفاق دیگه ای توش نمیاد یعنی معماری خاصی نداره و اون وقت سازها چون رنگشون با هم تفاوت داره رنگ صداشون اینه که وقتی که با هم اجرا میکنه وقتی یه ساز اجرا میکنه یه رنگ به خصوص داره دو تا میشن حتی از اون ساز دو تا بشن یا اگر که سازهای دیگه ترکیب بشن شما میشه یه نقاش وقتی که میخوای به اون ترکیب فکر کنی یعنی اینکه که میگی که اگر اینجا زرد و با قرمز ترکیب کنم فلان رنگ دست میاد نیست سبز و با زرد قاطی کنه خب تو آهنگسازی هم همینه در هر صورت من اینا رو گفتم که اینکه اگر از یک ساز بیشتر بخواد با هم ترکیب بشه این دارای قاعده ای است این قاعده این نیست که شما بخواد بگید که حالا این قاعده رو به وجود آوردن و بعد حالا همه باید خودشون تدریق نه اینا همش روی تجربه به دست اومده و در موسیقی سنتی تعریف خاصی ازش نشده و اینا برمیگرده به اواخر دوره قاجار که یواش یواش به علت اینکه جمعیت بیشتری موسیقی رو گوش میکردن تعداد حالا اون موقع به خصوص که صدا تقویت نمیشده فکر کنید حالا میکروفون بوده پس با تعداد بیشتر سازها صداها تقویت می شدن قافل از اینکه حالا چه قاعده ای داشته باشه چه اصولی داشته باشه همین سازها رو با هم ترکیب میکردن خب وقتی که شما ریشه ترکیب سازها رو نگاه بکنید در خود موسیقی در واقع قواعدی به وجود اومده که قاعده داره که شما رو صدا این سازها رو چگونه با هم ترکیب بکنید یعنی ماها که اون صداهای اون نقطه ها اون نقطه های سیاره ما در واقع اون رنگا رو میبینیم که ممکنه آدمای عادی اون رو اون رنگا رو نبینن پس یه قاعده ای وجود داره حالا وقتی که میبینیم در موسیقی سنتی یه گروه خیلی به نظر خوش رنگ میاد یعنی خوش صدا میاد برای اینکه اون حس و حالتش اجراشون خوبه خب البته همه با هم کوکن همه خوب تمرین کردن و در گروه سنتی همه سعی بر اینه که به کیفیت همون تکنوازی برسه یعنی یک تکنواز خیلی خوب وقتی یه قطعه ای از درویش خانه اجرا میکنه هیچ چی کم نداره عالیه وقتی یه گروهی قرار همون اجرا کنه سعی میکنه خودش رو به همون حالت و چیزی که در اون تکنوازی هست چون در تکنوازی ظرافت خیلی زیادی رو به کار میبرن وقتی یه گروه اگه قرار بشه همه اون تکنوازی هست حذف بشه شما احساس کنید این گروهی که داره این قطر اجرا میکنه ظاهرا است که گروه ایرانی نیست این موسیقی رو فقط نوتاش اجرا میکنه حس نکره در صورتی که در اون گروه حالا سرپرستی میشه یا تمرینات خوب میشه یا گروهی که یک اون با هم کار کردن اون قطع سنتی تعریفش اینه که به یک کیفیتی برسه که در الغای اون حالت برابر بکنه به همون حسی که تکنواز ایجاد میکنه خب بعد یواشهاش این مسئله میاد که خب حالا واقعا باید با چند تا ساز این کار رو کرد که فقط به کیفیت تکنوازی رسید یواشهاش این موضوع پیش میاد که خب اینجا این سازها دارای رنگ های مختلف هستند یا لحنای مختلف هستند پس میشه یه تجسمی داشت یعنی میشه یه پرسپکتیوی از این صداها درست کرد با این سازها بنا به این مثلا ارجهیتی که بهشون میدی اون موقع است که گروه نوازی یواشاش یه مفهوم دیگه ای پیدا میکنه که میشه گفت که در این 60 70 سال اخیر که البته هرچی به مواثر میرسیم هرچی به دوران حال میرسیم تحولاتش بیشتر میشه که یواش یواش به یک قاعده برسه در حال حاضر هنوز هم این مسئله تجربی میشه یا اینکه بر اساس قاعده که برای ارکسترایی که در دنیا تجربه شده بر اون اساس در کشورهای مختلف تجربه میشه که مثلا هم حجم سازهایی که صدای بم دارن و کاراکتر تنبلتری دارن در اجرا اون چابوکی سازهایی که مثلا صدای زیرتری دارن و امکان حرکت بیشتری دارن اینا چگونه کنار هم قرار گرن یا اون سازی که قادر نوتهایی رو بکشه صدای ممتد ایجاد بکنه یا سازهایی که مقطع اجرا میکنن یا سازهایی که میکوبن اینا میدونین چجوری میشه یواش یواش موسیقی از حالت اجرای صرف حالت موسیقی عارفانه که یک نقطه ای است که باید دور خودش بچرخه کاملا مثل همون حالت رقصی است که یا سمایی است که ادا میکنن با حرکات بدن برای سما موسیقی سنتی یه مقداری حالت اون حالت رو داره وقتی در گروه نوازی نوین ما نگاه میکنیم یواش یواش برای کاراکتر صداها یا سازها جایگاه خاصی تعیین میشه و گروه نوازی نوین به نظر من به وجود میاد که میشه قشنگ اینا رو از نظر تاریخی ذکر کرد که چه اتفاقاتی افتاده یا چه قطعاتی رو با... چه قطعاتی باعث شده که این فرمها به وجود بیاد که در موسیقی ایرانی هم فرض کنید ارکستر سازهای ملی یا ارکستر ملی اینا مفاهیمی است که شاید باید توضیح بدم ارکستر سازهای ملی که تمام کشورهای مثل ما دارن یعنی تشکیلش از سازهای ملی خودشون حالا وقتی که مثلا ارکستر ملی گفته میشه ما یه دوره استاد قنبری کار کردن سازهایی ساختن که از خود سازهای ایرانی بتونن صداهای تیف صداهای بمازی رو ایجاد بکنن ولی این تقریبا دیگه یه دوره متوقف شد حالا وقتی که ما میگیم ارکستر ملی منظور محتواییه یعنی اون قطعی که اجرا میکنن یه قطعه ایرانیه ولی شما میبینید که ویولون و گنجباس و ویولونسل و بعضی از سازهای بادی حتی بادی برنجی با ترکیب سازهای ایرانی است در ارکستر گلهای رادیو ارکسترهای قدیمی که در رادیو بود هم اونجا منهای سازهای بادی برنجی تقریبا استفاده نمیشد و به تعداد کمتری سازهای بادی چوبی به اضافه زهی ها اجرا می شد که حالا چند صدایی بودن یا مثلا کنشبان یا چیزایی که نوشته می شده اه، اه، کاملا صدای ایرانی می داده. که اونجا باز بر میریم توی این که قاعده سازهایی که باید ترکیب بشه در موسیقی ایرانی آیا قاعده همان ارکستراسیون ترکیب سازهای غربی باید باشه یا نه باید برای این کاری بشه اینا چیزایی است که تو این چند دهه ها تجربه های خوبی روش شده و هر شکل ارکستر یعنی ارکستری که اگر ترکیب سازهای غربی و سازهای ایرانی باشه براش نوشته میشه و یا سازهای ایرانی من خودم دو ترکیبو کار کردم و کار میکنم یعنی یه جایی میرسی که شما صدا میخوای رنگ میخوای اون موقع دیگه فکر نمی که این رنگ کجاییه اگر شده باشه که هر وسیله از هر جای دنیا باشه بخصوص موسیقی که اگر شما بخواید برای موسیقی تصویری استفاده کنید دیگه ساز مگر یه سازی باشه که خیلی جنبه محلیش آشکار باشه مثلا اگه شما یه اون از این سیتار هندی استفاده بکنی این دیگه هر کاریش بکنی صدای هندیش میزنه بیرون مگر که شما برای یه فیلمی داری کار میکنی که مسئله هند در اونجا موضوعیت داشته باشه و شما به طور آگاهانه از سیتار استفاده وگرنه سازهایی هستن که معرف اون محل. یعنی اون جغرافی های خاص هستن و معمولا در کشورهای دیگه اونو تو سازهای ملیشون استفاده نمیکنن